به شما عزیزان سلام میگویم. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن. واشنگتن در ساعت 1 بعد از ظهر آفتابی و هوایی معتدل. در تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا با شما عزیزان خواهیم بود در ساعت پیشرو. چون دیگر شماره های تفسیر خبر در این برنامه نیز میپردازیم به آنچه که در ایران می‌گذرد، مهمترین خبرها و رویدادها و نیز آنچه که در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی در ارتباط با ایران و مردم ایران در جریان است. در مذاکرات اتمی چه می‌گذرد؟ سرانجام این مذاکرات چه خواهد بود؟ آیا موفقیت در مذاکرات به معنای حل مشکلات اقتصادی ایران است؟ آیا طرفین مذاکرات به ویژه جمهوری اسلامی و آمریکا در پی یک پیروزی سیاسی در این مذاکرات هستند؟ آیا اتمی شدن ایران، دست یافتن ایران به بمب اتمی آنگونه که گفته می شود، باعث اتمی شدن منطقه و رقابت های تسلیحات اتمی در منطقه خواهد شد؟ پرسش ها در این زمینه بسیار است و در زمینه های دیگر، در زمینه اقتصادی در ارتباط با سفره مردم ایران. چرا پرونده های فساد مالی در جمهوری اسلامی مسکوت ماندند؟ چرا هنوز اطلاعات دقیقی در مورد اسید پاشان اصفهان منتشر نشده است؟ و پرسش های بسیار در میان میگذاریم در یک ساعت پیش رو با میهمانان برنامه. آقای ناصر محمدی، روزنامه نگار در لندن، و آقای فریاد اسدیان، تحلیلگر سیاسی در آلمان. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای محمدی عزیز سلام و خجستباد دوباره نوروزی به شما گرامی و ارجمند میهمان تفسیر خبر. درود بر شما جناب چلنگی و جناب اسدی عزیز، میهمان محترم برنامه. من هم عید خجسته نوروز رو شاد باش بگم خدمت شما برای بار دوم و بینندگان و شنوندگان شبکه ایران فردا، به ویژه هموطنانمون در ایران. و آقای اسدیان با سلام و خجستباد نوروزی. منم درود میفرستم خدمت شما آقای محمدی عزیز. منم سال نو رو به شما تبریک میگم. امیدوارم که سال بسیار خوبی برای همه ما، مخصوصا مردم اسلام زده ایران باشه. آقای محمدی عزیز، ببینید الان مهمترین مسئله ای که در ارتباط با ایران در خبرگزاری ها بازتاب پیدا کرده و رسانه های خبری، و جدا از محمد جواد ظریف و حواشی ایشون، 5 وزیر خارجه اروپایی، آمریکا، چین و همینطور وزیر خارجه روسیه درگیر این مذاکرات هستند. حالا که خبرهای مهمتری از موضوعات مهمی هست، مهمتر احتمالاً در منطقه و در عرصه بین المللی، از جمله اون چه در یمن میگذره، در سوریه میگذره، جای دیگه.
این مذاکرات چنین وانمود شده و میشه که گویی حلال همه مشکلات هست اگر به توافق برسند. آیا واقعیت چنینه؟ البته جناب شلنگی، خب یکی از مسائل مهمی که الان در جریان هست همین مذاکرات هست، یعنی در کنار حوادثی که دارد در جهان رخ می‌دهد، به ویژه در منطقه رخ می‌دهد، و به هر حال مسئله مذاکرات هسته‌ای اکنون که به نقطه حساسی رسیده، آنچه که می‌گویند امروز سه‌شنبه که تا آخر وقت فرصت دارند که به توافق اصولی و کلی از نظر سیاسی برسند، که حالا بحث جداگانه است، اگر موقعیت شد صحبت خواهیم کرد، ولی به هر حال تنها مسئله نیست. با حل شدن این یک مورد همه مسائل منطقه خب طبیعتاً حل نخواهد شد، اما راهگشا خواهد بود برای حل بسیاری از مسائل، بسته به این که چجوری این مذاکرات پیش برود. به اعتقاد من آن جنبه‌ای که خیلی اهمیت داره، حتی بیش از مسائل فنی، اون مسئله سیاسی است. الان می‌بینیم که بین ایران و آمریکا دیگه رابطه مثل این که عادی شده. اگر خاطرتون باشه، آقای بازرگان رو، دولتش رو، وقتی که آقای بازرگان در الجزیره با سفیر آمریکا دست داد، با یک مقام آمریکایی دست داد و دست همدیگر رو فشردن، همین باعث شد که در ایران اون دولت رو مورد سرزنش قرار بدن، به هر حال کنارش بذارن. الان مسئله سیاسیش به هر حال مسئله مهمی هم هست. آنچه که تا به حال میگویند این استش که البته نمیتوان به همه اقوال اعتماد کرد، ولی دو طرف، مقامات دو طرف، چه مقامات غربی و چه مقامات ایرانی، حرفهای مختلفی میزنند، اما مجموعاً میگویند به یک توافق کلی سیاسی نزدیک شده ایم، که البته باز هم این رو تأیید میکنند که همچنان برخی موضوعات فنی مورد اختلاف هست که امیدوار هستند اونها هم حل بشه. ولی این یک مورد میتواند که البته میدونید اون زمانی که تعیین کردن برای ادامه مذاکرات و اون 7 ماهی که اضافه کردن در پایان ژوئن تمام خواهد شد. حالا این میتواند مقدمه باشد احتمالاً برای حتما مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد. احتمالاً ممکن استش که نهایتاً به یک توافق نهایی برسند، به شرطی که جمهوری اسلامی هم بتواند راه بیاید با آنچه که غرب میگوید. من یک توضیح کوتاه برای بینندگان بدم، برخی از بینندگان که احتمالاً در جریان نیستند، در جریان جزئیات. به طور کلی نقاط اختلافات عمده بر سر این هست که طرفین مذاکره با جمهوری اسلامی بر این نکات تاکید دارن که یک، تعداد سانترفیوژ هایی که جمهوری اسلامی میتونه استفاده کنه باید 6000 تا و کمتر باشه، کمتر یا تا سقف 6000 تا، الان 19000 تا از دارن، و بعد حدود 25 سال باید زیر کنترل باشه فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی. تحریم ها به طور تدریجی برداشته خواهد شد. اینا نکات عمده ای هست. و اورانیوم تاکنون غنی شده از مثلا رسیدن به مرزهای نگران کننده تا 20% که در اختیار داره جمهوری اسلامی باید به روسیه تحویل داده بشه. این موارد عمده ای هست که این برتر خواستارش هست. از اون وقت جمهوری اسلامی این هستش که خیر، اون 25 سال باید 5 سال باشه، ما اورانیوم تا به حال غنی شده مونو به جای نخواهیم داد و تحریم ها بلا فاصله باید برداشت بشه. این نکات عمده اختلافه که آقای لاوروف، خوشبین‌ترین فرد در این مذاکرات، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در آخرین اظهارات خودش پیش از ترک لوزان سوئیس به سمت مسکو گفته بود که نشانه های امیدوار کننده از این مذاکرات، در این مذاکرات که به توافق نهایی و کامل و شامل برسیم، دیده نشده. یکی از همراهان آقای ظریف وحیدیان گفته که در مصاحبه‌ای که داشته اون بوده که سر نخهایی
از پشت پرده مذاکرات داده که در واقع گله هم کرده که شما نمیدونید که چطور با ما صحبت میکنن. منظور ایشون این بود که با لحن تحقیر کننده با هیئت جمهوری اسلامی صحبت میشه در مذاکرات، به گفته آقای وحید یا وحیدی. به هر حال این نکات عمده ایش بود. و آقای اسدیان عزیز، ببینید مذاکرات تهدید یا محدود کردن سلاح هسته‌ای بین آمریکا و شوروی، دو ابرقدرت اون زمان، اینقدر طولانی نبود که این مذاکرات اتمی به جمهوری اسلامی و پنج به اضافه یک، که فقط این دوره جدید نیست، چندین سال این مذاکرات، حالا یه دوره متوقف شد، چرا این همه کشدار؟ چرا این همه طولانی؟ چرا این همه زیانبار؟ واقعیت اینه که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ریختن دیوارهای آهنین، اراده بر این بود با توجه به وضع اقتصادی آن روزگار شوروی که از بودجه های نظامی تسلیحات هسته‌ای به یک توافق عمومی با آمریکا برسن. اراده از هر دو طرف بود و به این نتیجه هم رسیدن. اما واقعیت اینه که میان کشورهای پنج به اضافه یک و ایران این اراده دو طرفه نیست. یعنی با دروغ‌هایی که جمهوری اسلامی از ابتدای برنامه هسته‌ای خودش به جهان تحمیل کرده، ناراستی ها، برنامه های پنهان اتمی خودش، جهان غرب چنان اعتمادی به جمهوری اسلامی نداره و نکات اختلاف هم شما به درستی مطرح کرد. واقعیت اینه که مهمترین مسئله‌ای که غرب از ایران میخواد بازدیدهای سرزده به تأسیسات نظامی هستی ایران هست که ایران رو نمیپذیره و غرب هم از این نخواهد گذشت. و واقعیت اینه که جمهوری اسلامی باید در رابطه با برنامه هستی خودش دستاشو بالا کنه و غرب هم از این کوتاه نخواهد اومد. من بارها گفتم، نوشتم که خط قرمز غرب با جمهوری اسلامی نه مسئله حقوق بشر، نه تجاوزاتیه که جمهوری اسلامی در منطقه میکنه، بلکه دست نیافتن به بمب هسته‌ای است که همونجوری که شما اعلام کردین و به درستی بیان کردین، این مسئله رقابت هسته‌ای رو در منطقه دامن خواهد زد. دیشب هم وقتی که آقای لاوروف از گوزان حرکت کردن به طرف مسکو، واقعیت اینه که چشمنداز یک توافق، یک چارچوب توافق تا جوان آینده بسیار دور از دسترس هست. سر این نکات اساسی توافقی نمیتواند انجام بگیرد، چون آقای خامنه‌ای الان هم تو مجلس و اینا هی دارن مطرح میکنن که آقای ظریف بیهوده گفته که ما یک توافقی خواهیم کرد تحت ماده هفتم منشور سازمان ملل که همه طرف ها رو ملزم به رعایت تعهدات کنه، ولی ماده هفتم منشور سازمان ملل در رابطه با کشورهایی هستش که صلح جهانی رو به خطر میاندازن و قابل اعتماد نیستن. یعنی در حقیقت اگر چنین توافقی تحت ماده هفتم سازمان ملل انجام بگیره، خود جمهوری اسلامی در حقیقت اعتراف کرده به اینکه برنامه هسته‌ایش ناروشنه و سازمان انرژی هسته‌ای، نهادهای دیگر بین‌المللی باید مدام در 15 سال 20 سال آینده سرزده هر کجا که خواستن از تأسیسات هسته‌ای گرفته تا نهادهای نظامی بتونن این بازرسی‌ها رو انجام بدن. و شخص آقای خامنه‌ای تن به چنین توافقی نخواهد داد و اعضای مجلس هم اشاره کردند که آقای ظریف پیش از اینکه چنین مسئله‌ای رو رسانه‌ای بکنه، در مطبوعات بیان بکنه، باید با آقای خامنه‌ای تبادل نظر می‌کردن و نظر آقای خامنه‌ای را می‌پرسیدن. واقعیت اینه که روزنامه‌های آلمانی هم چندان خوشبین نیستن به یک توافقی که تا نیمه شب امشب باید بهش دست پیدا بکنه. تا به هر حال اگر هم توافقی بین ایران و کشورهای به اضافه پنج به اضافه یک و آمریکا هم صورت بگیره، تحریم ها همچنان پابرجا خواهند موند، آنچنان که
جمهوری اسلامی میخواد انجام نخواهد گرفت، که تحریم های به یک بار برداشته بشه و خودشون هم اعلام کردن با توقعی که در مردم ایران به وجود آوردن که یک توافق با کشورهای پنج به اضافه یک میتواند حلال همه مشکلات باشه. خود این مسئله میتونه شرایط اجتماعی ایران چنان دچار التهاب و تشنج بکنه که از دوران تحریم برای جمهوری اسلامی میتونه خطرناکتر هم باشه. آقای محمد عزیز، خیلی ها در این سوی مذاکرات، یعنی در طرف پنج به اضافه یک، رسانه ها بیشتر روی این نکته اثر انگوش میذارن که حکومت ایران اگر در پی این هستش که انرژی هسته‌ای رو مورد استفاده مسالمت‌آمیز پزشکی و بقیه مسائل قرار بده، خب این حکومت با این همه اصرار و مخارج و مشکلاتی که ایجاد شده برای این برنامه فقط داره دنبال میکنه به خاطر خدمت به مردم. چرا در زمینهایی که فعلا از دستش بر نمیاد نمیبینیم کوچکترین کاری کرده باشه، از جمله در مورد آلودگی هوای تهران، از جمله در مورد وضعیت به اصطلاح طوفانهای شنی در خوزستان، از جمله در مورد آلودگی بیمارستان‌های کشور که گزارش های خود وزارت بهداری جمهوری اسلامی گزارش هاییست که خبر از فاجعه های بسیار در مورد وضعیت بهداشتی بیمارستان ها میده، از جمله در مورد باز داروهای به اصطلاح تاریخ مصرف گذشته و فاسد. خب یه همچه حکومتی که در این زمینه این همه ما مصر هست و اینها، چرا در زمین های دیگه نشونهایی از این همه اصرارش رو نمیبینیم برای خدمت به مردم؟ و همین شک برانگیز هست به گفته رسانه های جهان آزاد. چون این نیست آقای محمدی یا این رسانه ها مغرضن؟ نه، بحث مغرض بودنشون نیست جناب چلنگی. چندین بار در همین برنامه شما مطرح شده است که اگر جمهوری اسلامی، حالا میپردازم اول به مسئله اتمیش و بعد به سوالی که فرمودید که بسیار سوال دقیقی است مانند همیشه، اختیار حضورتون عرض کنم در مورد همین مسئله اتمی، اگر واقعا قصد و نیت این است که انرژی برق تولید بکنیم از نیروی اتم، خب طبق قرارداد NPT آنچه که در اونجا کشورهای دیگر هم به عهده میگیرند، آژانس اتمی هم به عهده گرفته است، این استش که اگر کشوری بخواهد استفاده صلح‌آمیز از نیروی اتمی و هسته‌ای بکنه، کشورهای دیگر ناگزیرند بهش کمک بکنند، وظیفه دارند، اما به شرطی که واقعا هدفش تولید انرژی برق باشه. مثلا عرض بکنم خدمتتون، آیا کسی تا حالا در مورد نیروگاه بوشهر عیب و ایرادی نسبت به جمهوری اسلامی گرفته، بهانه‌ای گرفته، گفته است که چرا مثلا شما نیروگاه بوشهر رو میسازید؟ هیچ کس که همچین اعتراضی نکرده و بازرسان آژانس هم میرن بازرسی میکنن، هیچ مشکلی هم به وجود نمیاد. اما داستان این استش که جمهوری اسلامی در قالب این که من بخوام یک کار صلح‌آمیز انجام بدم، واقعا کارهای مخفیانه انجام داده است. همین اخیراً دو سه هفته نمیگذره که آژانس اتمی اعلام کرد که باز اون انفجار چاشنی‌های هسته‌ای و اینها مسئله ساز شده است. خب میدونیم و یادمون هست که بسیاری از نیروگاه‌ها نیروگاه‌هایی بوده است که جمهوری اسلامی وجود آنها رو به آژانس اتمی اطلاع نداده، بلکه کشف شده، مانند فوردو که درست وقتی که آقای احمدی نژاد در آمریکا بود، در نیویورک بود برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اون باقی اعلام کردن که بله یه نیروگاه مخفی دیگر در اطراف قم در فوردو درست کردن و مشغول فعالیتی که آژانس اتمی از اون بی اطلاعه. و تازه و میبینیم که در مورد نیروگاه بوشهر هم حتی تا به حال یک مگاوات برق تولید نشده. اونم دلیلش به نظر من این استش که اگر به تولید برسه، دیگر بهانه این که من میخوام نیروگاه های دیگری درست بکنم از بین میره. این مخفی کاری ها باعث شده استش که تردید بکنن. الان هم همون جور که شما اشاره فرمودید و جناب اسدی هم اشاره فرمودند،
مسئله این استش که جهان میخواهد مطمئن بشود. جهان که میگویم منظورم 5 به علاوه 1 به نمایندگی از سازمان ملل و کشورهای غربی میخواد مطمئن بشه که جمهوری اسلامی به بمب اتمی دسترسی پیدا نکند، چون واقعا باعث مسابقه اتمی خواهد شد. حالا به اون مسائلی که شما در مورد شرایط اشاره فرمودید، 25 ساله و 10 ساله و اینها، اورانیوم ذخیره 20%شون رو چجوری از بین ببرن یا تبدیل به اکسید بکنن یا رقیق ترش بکنن و تعداد سانتریفیوژها به 6000 تا برسه و غیره، مسائل بسیار زیاده. اما واقعا سوال، یعنی پاسخی که باید بدم در مورد سوال شما این هستش که جمهوری اسلامی خب دنبال این که رفاه برای مردم ایجاد کنه خب نبوده. الان بهانه در از میانه حکومت آقای احمدی نژاد که تحریم ها برقرار شد، که تازه تحریم های سازمان ملل متحد تحریم های اقتصادی اجرایی سنگینی نبود، از سال 2012 تحریم های خرید نفت از سوی اتحادیه اروپا معذرت میخوام و بعد تحریم مبادلات بانکی باعث شد که فشار بیاد، ولی اون موقع که تحریم ها اصلا وجود نداشت، در همون دوران آقای احمدی نژاد که نفت به بشکه 150 دلار هم رسید و به قول آماری که خود دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد 750 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم، آیا مگه اینا صرف رفاه مملکت شد؟ آیا صرف این که دریاچه ها خوش نشود یا مثلا چاه های نفت فعال بشه که جوری نباشه که قطر و عربستان تمام ذخایر نفتی و گازی ما رو ببرن و ما نتونیم استخراج بکنیم؟ به خاطر اینکه جناب چالنگی اساساً مسئله جمهوری اسلامی مسئله مردم نیست. اینکه گاهی اشاره میکنید به سفره مردم، اون اصلا در درجه آخر اهمیت قرار داده. الان هم بهانه ای که جمهوری اسلامی میگیرد یا طرفداران اون مطرح میکنن این استش که اگر تحریم ها برداشته بشود، که حالا در مورد برداشتنش هم بحث زیاده، اگر فرصت باشه بهش اشاره خواهیم کرد، الان هم میگوید اگر تحریم ها برداشته بشه وضع مردم درست میشه، که هیچ تضمینی نسبت به اجرای این حرف وجود نداره. هیچ معلوم نیست اون پولی که به دست خواهد آمد یا اون 100 میلیارد دلاری که بلوکه شده آزاد بشه، آیا صرف مردم ایران خواهد شد یا باز میرن مثلا در سوریه خرجش میکنن یا در ونزوئلا جاده سازی میکنن و بیمارستان میسازن یا در عراق بیمارستان میسازن و وضع مردم ایران همچنان در فلاکت و بدبختی ادامه خواهد یافت. متاسفانه اینهاست که به اعتقاد من بهانه نیست که میگیرن. اگر منتقدین بهانه بگیر، یعنی این مسئله رو مطرح میکنن، اینا بهانه نیست، حقیقتی است که جمهوری اسلامی متاسفانه ایجاد کرده. جناب چالنگی، خب حسابای بانکی هم هست. آقای الیاس نادران نماینده مجلس در مجلس شورای اسلامی، مجلس فقیه، اشاره کرده، گفته، نه اینکه اشاره به صراحت، گفته که 25 میلیارد دلاری که در پی توافق اولیه ژنو آزاد شده بود، اینها با چمدون از کشور خارج شد. حرف آقای الیاس نادران هست. اما آقای محمدی، اینی که اینشتین به هر حال تشخیص دهنده یا کاشف اتم بود و انرژی اتمی بود، یه روزی با همه اینشتین بودنش فکرش میکرد که سرانجام این کشف او به کسانی مثل احمد خاتمی در نماز جمعه تهران و جنتی، آیت الله جنتی، اینها ختم میشه که در این زمینه اظهار نظر کنه؟ خب همیشه همین بوده. ببینید، علم به هر حال چیزی است که عام هستش، مال همه است. فرض بکنید وقتی که دینامیت رو کشف میکنن، درست میکنن، اینو برای جاده سازی، برای کارهای خیر، برای کارهای مثبت در واقع، ولی یه کسی دیگه میاد برای بمبگذاری استفاده میکنه. من دارم دنبال رابطه بین اینشتین و آیت الله جنتی میگردم. آقای جنتی و انیش، شاید
خوبه یک روزی هم از آقایون یک امتحان فیزیک مختصری بکنه. از والا اگر به هر حال این بحثایی که آقایون به هر حال معممین در بر سر منابر رو در نماز جمعه ها میگویند و میکنند واقعا بیمسئولیت ترین حرف هاییست که زده میشه و من تنها کشوری میبینم در جهان که هر مقامی به ویژه اونهایی که معمم هستند و فرض بکنید امام جمعه موقت یا دائم یه شهر اینا هستند، اینها اظهار نظر در هر چیزی میکنند و اثرگذار هم هست که این در دنیا بی سابقه است. آقای انیشتن هم فکر میکنم فکر اینجاشو نکرده بود. خب بله، اشاره کردم آقای محمدی به شرایطی که هست در این مذاکرات یا شرایطی که هر دو طرف گذاشت. من یک اشاره تکمیلی هم بکنم، 25 سالی رو که گفتن تقطیع کردن به دورهای مختلف که 5 سال اول چطوری نظارت کنن، 10 سال اول چطور و بعد دوره بعدی بعد از این 10 سال چگونه باشه و بعد یکی از نقاط مورد اختلاف هست در این مذاکرات همونطور که اشاره کردم پیشتر و آقای محمدی نیست. علی‌رغم اون چه که آقای محمدی گفت در مورد برنامه هسته‌ای و مردم، مسئولان جمهوری اسلامی آقای اسدیان معتقد هستن و مدعی که انرژی هسته‌ای یا برنامه اتمی اینها این یک برنامه ملی است، مردم پشت سر این هستن. حالا به چه شکل و با چه محتوایی مردم پشت سر این برنامه هستن اینا اون مطرح نمیکنه، ولی با استفاده از انرژی هسته‌ای حق مسلم ما سر از چنگای گروهی رو به خیابان ها میارن یا جای مختلف این برنامه رو پیش میبرن با این ادعا که برنامه هسته‌ای برنامه ملی و مورد خواست همه مردم هست. یعنی حتی کارتون خوابای ایران که حدود مثلا 2 میلیون به طور رسمی گزارش شده اونا هم انرژی هسته‌ای. چرا نه؟ نظر شما رو میشنیم آقای اسد. خب همینطوری که میگین جمهوری اسلامی از طریق بسیج، از طریق نیروهای خودش هر از گاهی جمعی رو وادار میکنه تو خیابونا جمع بشن، شعار بدن حق انرژی هستی، حق مسلم ماست، و چنین وانمود کنن که تمام مردم ایران طرفدار چنین سیاستی هستن. واقعیت اینه که روزنامه ها، روزنامه نگاران، خبرگزاری ها هیچ چیزی در مورد مسائل اتمی ایران نمیتونن بیان کنن، علنی کنن، جز آنچه که جمهوری اسلامی میخواد و جهان هم اینو میدونه، مردم ایران هم اینو میدونن. اما واقعیت اینه که جمهوری اسلامی چون این سیاستی رو پیش میبره. چرا این سیاست رو پیش میبره؟ واقعا چه مسئله ای هست؟ اگر اینا به دنبال انرژی هستن، شما دارین میبینید که کشورهای اروپایی که مدرن‌ترین نیروگاه‌های اتمی رو دارن و واقعا هم استفاده صلح‌آمیز ازش میکنن واسه مسائل پزشکی، کشاورزی، برق، اینا یکی یکی دارن از این انرژی چشم‌پوشی میکنن و به انرژی‌های بدیل آلترناتیو رو میارن. ایران کشوری هست که حتی اگر از گازش هم استفاده نکنه که به جای انرژی میتونه استفاده بکنه، میتونه از اون منبع بیکران آفتاب واسه انرژی و دیگر مسائل استفاده بکنه. یعنی اگر بخواد میتونه سرمایه گذاری در چنین زمینه هایی بکنه که طبیعت ایران چنین امکانات گسترده ای رو در اختیار ایران میذاره با 2 تا کویر به اون عظمت. اما واقعیت اینه که جمهوری اسلامی دنبال چنین راه حل هایی نیست. یعنی از روز اول اینها به دنبال دستیابی به تسلیحات هسته‌ای هستند و اینو هم سازمان انرژی اتمی بارها بیان کرده که سیاست‌های هسته‌ای ایران ناروشنه، ما نمیتونیم به راستی بیان بکنیم که جمهوری اسلامی به دنبال تسلیحات هسته‌ای نیست. در همین رابطه بر اساس گزارش‌های سازمان انرژی اتمی چندین و چند قطعنامه در سازمان ملل به تصویب رسیده که حتی بعضی از اون قصدنامه ها تحت همون ماده 7 منشور سازمان ملل هست که می تواند اجازه کار
کاربرد نظامی علیه سیاست های هستی جمهوری اسلامی رو بده. اون زمان اگر هممون یادمونه که سردمداران جمهوری اسلامی از این قطعنامه ها به عنوان کاغذ پاره یاد میکردن و با لحن توهین‌آمیز میگفتن اینقدر قطعنامه بدن تا قطعنامه دونشون فلان بشود. اما وقتی که تحریم ها اجرا شد، اینم بگم همونجوری که آقای محمدی به درستی یادآوری کردن، آن زمانی هم که تحریم نبود وضع مردم درست مانند امروز وخیم بود، یعنی از نظر درآمد، معیشت، سیستم سیاست های کاری جمهوری اسلامی همه به طرف بیچاره کردن و بدبخت کردن بیشتر مردم ایران پیش میرن. حتی تحریم ها هم برداشته بشه، کوچکترین کمکی به وضعیت بد مردم ایران نخواهد کرد. خب آقای اسدیان خیلی اشاره میکنن در این ورد، قطعا در نشریات آلمان هم هست، من پیامدهای رفع تحریم ها، یکی از نکاتی که مورد توجه هست که ایران در حال حاضر به زحمت حوالی 2 میلیون بشکه نفت در روز تولید میکنه. حالا دلایل متعددی داره که چرا توانایی تولید بیشتر رو نداره و با به زحمت با گرفتن فرآورده‌های نفتی از نیازهای مردم مثل بنزین رو کمتر به مردم دادن، حدود 1 میلیون بشکه نفت صادر میکنه. چنانچه تحریم ها برداشته بشه، صنایع نفت ایران نیازمند سرمایه گذاری های کلان بالای 100 میلیارد دلار هست تا ایران رو برسونه به ظرفیت تولید 3 و به مرور ظرف بیش از 5 سال به 4 میلیون بشکه در. بنابراین نتیجه ای که این محللین اقتصادی یا تحلیلگران اقتصادی میگیرن این هستش که این تحریم ها اثرات بلافاصله روی صنایع صادرات صنایع نفت ایران نخواهد داشت و درآمدهای ارزی ایران را از بابت نفت چندان بالا نخواهد برد، با توجه به اینکه به قول شما درآمدهای نفتی ایران یک زمان بشکه 150 دلار هم بود اثر چندانی نداشت. بفهمید، من این توضیح رو فقط دادم، خواستم نظر شما رو بپرسم که اینی که وضع مردم خوب نخواهد شد به دلایل کاملا پیچیده اقتصادی و فنی و و اینا هست یا نه به دلایل سوء مدیریت هست فقط. ببینید در دوران 8 ساله ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد درآمد نفت ایران بیشتر از سرتاسر تاریخ تولید نفت در ایران بود، یعنی قابل مقایسه است. آیا این درآمد هنگفت 750 یا 800 میلیارد دلاری که نصیب دولت ایران شد کوچکترین دردی از کوه از مردم ایران برداشت، مشکلات مردم ایران رو حل کرد؟ دیدیم که وضعیت مردم روز به روز بدتر شده. طبق آماری که خودشون دادن آقای چالنگی عزیز، تمام کارکنان ایران حد میانگین درآمد کارکنان ایران اهم از کارمندان و کارگران پایین خط فقری است که خودشون اعلام کردن، خط فقری که خودشون اعلام کردن. این پولا کجا خواهد؟ تحریم ها هم برداشته بشه که برداشته نخواهد شد، یعنی اولا که چاهای نفت ایران محتاج به سرمایه گذاری های هنگفت هست که بتونن از همین چاهای موجود نفت استخراج کنن. الانم که قیمت نفت اومده پایین، جایی که من شنیدم 500 هزار بشکه در روز ایران فعلا نمیتونه تولید کنه، نیازمند سرمایه گذاری های هنگفت هست و این سرمایه گذاری ها هم نه روسیه میتونه انجام بده نه چین میتونه، یعنی اون تکنیکشو نداره، باید در آمریکا در ایران سرمایه گذاری بکنه و اونها هم با شرایط جمهوری اسلامی این چنین کاری رو نخواهند کرد، یعنی سیاست های ایران در منطقه چنین امکانی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی فراهم نمی کنه.
حتی خب اگه آقای، البته من این توضیح رو بدم، گزارش هایی که هست این هستش که ایران در حال حاضر حدود 2 میلیون بشکه نفت تولید میکنه، 1 میلیون رو صادر میکنه. آقای محمدی عزیز ببینید، خیلی ها معتقد هستند و واقعیتی است که برنامه اتمی ایران باعث چنانچه ادامه پیدا کنه، باعث رقابت های تسلیحاتی میشه در منطقه، کما اینکه عربستان سعودی و کره جنوبی اینها یک تفاهم نامه همکاری اتمی امضا کرده و بقیه جا پنهان نیست، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بارها به این نکته اشاره کردن، به علاوه نگرانی هایی که دارن. این نظر رو شما چطور تحلیل میکنید؟ برنامه اتمی ایران زمین ساز رقابت های اتمی در منطقه؟ اولا که میدونید که یکی از مقامات ارشد دولت عربستان سعودی اعلام کرد که ما هم اگر قرار باشد جمهوری اسلامی به این گونه برنامه‌اش ادامه بدهد، ما هم دنبال صنایع اتمی خواهیم رفت و اشاره هم کرده بود که کشورهای منطقه به دنبال این خواهند رفت و بسیار هم طبیعی است. وقتی نظامی بر سر کار هست که پنهانم نمی کند که اگر من زورم برسه، فرض میکنید اسرائیل رو محو میکنم و دیگر میبینیم که از طریق بازوهای نظامی گروه های تروریستی که در اختیار داره در هر کشوری داره یک فتنه برپا میکنه، خب طبیعی است که وحشتم میکنه. حالا غیر از اسرائیل که بیش از همه میترسه، حتی خود روسیه هم که در جوار ایران هست و ظاهرن متحد ایران است، او هم نگران این هست که جمهوری اسلامی دارای سلاح اتمی بشود. خب طبیعی است کشورهای دیگر هم اعلام کردند، هم گامهایی را اونجوری که اشاره فرمودید مانند عربستان برداشتند که به سوی اتمی شدن پیش بروند. این اون هم در حالی که جهانی که دارای نیروی اتمی هست، دارای بمب اتمی هست، حتی نیروگاه‌های صلح‌آمیز اتمی هست، دارن یواش یواش دست برمی. به هر حال اگر بخواهم حرفم رو جمع جور کنم، این هستش که این که میگویند حرکت جمهوری اسلامی به سوی تولید بمب اتمی باعث خواهد شد که منطقه اتمی بشود، حرفی غیر منطقی نیست آقای چرنگ. آقای اسدیان ببینید، این نظر وجود داره و تا اندازه هم بازتاب واقعیت هست که بیش از هر زمانی اعراب اختلافات خودشون رو با اسرائیل کنار گذاشتن به طور عموم و با اسرائیل هم راه شدن، اگر نه همراه بلکه هر دو یک خطر مشترک دارن احساس میکنن و اون برنامه اتمی ایران هست. یعنی انگشت های اتهام یا انگشت های تهدید یا هر چی که هست، اگر اسرائیل و عرب سالیان سال روبروی هم بود، حالا هر دو متوجه ایران شده و انگشت های اشاره که منبع خطر اونجاست. این نگرانی مشترک عرب و اسرائیل تا چه اندازه واقعا ریشه واقعی داره و بازی های سیاسی نیست؟ آقای شارنگی عزیز، هم بازی های سیاسی هست و هم واقعیت های قابل لمس. ببینین، جمهوری اسلامی از روزی که سر کار اومده، هدف نهاییش رو در منطقه نابودی اسرائیل اعلام کرد، فرمول بندی کرده آقای خمینی سیاست خارجی ایران که راه قدس از کربلا میگذره و نهایت هم آقای خامنه‌ای حتی به صورت فتوا مانندی اعلام کردن، حتی اسرائیلی ها یعنی شهروندان اسرائیلی نیز جز اشغالگران و باید از میان بروند. تنها برنامه از اسرائیل بله تنها برنامه اتمی ایران نیست که منطقه اسرائیل و جهان غرب رو دوچار مشکلات جدی کرده. الان جمهوری اسلامی در بسیاری از کشورهای منطقه، در عراق، در سوریه، در یمن، در لبنان حضور داره و شما یک لحظه تصور بکنید 4 تا آخوند دیوانه معتقد به چنین خرافه هایی
دست به بمب اتم هم پیدا بکنن. اینها واسهشون مهم نیست که تمام منطقه میره رو هوا، مهم اینه که اون ایدئولوژیشون رو هر جوری هست بتونن پیش ببرن. در دشمنی ایران هیچگاه در طول تاریخش بعد از اسلام این همه دشمن در منطقه نداشته. شما به خوبی به یاد داریم، هممون به یاد داریم که دوران پهلوی ها ایران با یک سیاست دوستانه با کشورهای همسایه به یک تعادلی در منطقه رسیده بود که همه احساس امنیت میکردن. امروز جمهوری اسلامی تمام کشورهای جهان و مخصوصا کشورهای منطقه رو علیه ایران بسیج کرده. توجه هم به این بکنیم که ایران هیچ گونه منافع اقتصادی، مصالح کشوری رو رعایت نمیکنه برای چنین سیاستی. خب باید بپذیریم، همچنان که خودشون هم اعلام کردن، ما با یک دولت اسلامی سر و کار داریم که هدف نهاییش پیاده کردن ایدئولوژی شیعه است، یعنی شریعت شیعه است در منطقه. اما بازی های سیاسی کجاست؟ بازی های سیاسی بین قدرتمندان جهان هست. ما دیدیم، شاهد بودیم که در اوکراین چه اتفاقاتی افتاد. نقش روسیه، نقش اتحادیه اروپا و نقش آمریکا که بسیار فشار آوردن به روسیه. امروز جمهوری اسلامی هیچ نوع منفعتی نداره در یمن، منظورم منفعت اقتصادی، سوره اقتصادی نداره که در یمن حضور داشته باشه. اما شما تصور بکنید شیعیان حوثی زیدی یمن بیان سر کار، خطر مستقیم در حقیقت متوجه عربستان سعودی است و غیر مستقیم متوجه آمریکا. این بازی های سیاسی هم که فاکت های عینی هستن حضور دارد. من همینجا هم اشاره بکنم، این خرافه های مذهبی با منافع استراتژی کشورهای منطقه دست به دست هم دادن. الان اعلام کردن شما دو تا شرط اساسی این شیعه ها گذاشتن واسه ظهور آقای مهدی که هرگز من اجازه آیا صد ما داریم میریم به سمت دیگه. من هم نقطه مشترک عرب و اسرائیل بود، اینو شما اشاره کردید که یک خطر مشترکی است از نظر شما. بله، یک خطر مشترک، یه واقعیت. بسیار، من چون مسئله اونچه که ایران در یمن انجام میده، حکومت ایران در یمن انجام میده قطعا مورد نظر است و همینجا من این پرسش رو دارم از آقای محمدی که ببینید حکومت ایران همزمان با مذاکرات اتمی لوزان سوئیس دخالتاش در یمن آشکار شد. چون این به نظر می رسید که حکومت ایران در صدد هست که از طریق حضور نظامی خودش و علنی کردن حمایتش از حوتی ها و علی عبدالله صالح به طور غیر مستقیم رئیس جمهور برکنار شده یمن، یک نوع قدرت نمایی در منطقه. اما از طرف دیگه گفته میشه که این عملا به زیان جمهوری اسلامی تموم شد، چون صحنه بسیار آراسته ای رو در برابر جهان به خصوص قدرت غربی قرار داد که بفرمایید این حکومتی که نتانیاهو هم اشاره کرد، نخست وزیر اسرائیل، چهار پایتخت عرب رو در زیر نفوذ داره و امروز بسیار از کشورهای عرب هم چون این نظری دارن، هنوز بمب اتمی نداره، در یمن چنین میکنه، در سوریه آنچنان و از طریق یمن نزدیک شدن به کشورهای آفریقای، جیبوتی، اریتره و بقیه جاها، عملا به زیان جمهوری اسلامی تموم شد. نظر شما چی هست آقای محمدی؟ ببینید جناب شلنگی، ممکن هست، ممکن هستش که برخی از رهبر، یعنی رهبران نظام جمهوری اسلامی درست در همون موقعی که مذاکرات در جریان هست چنین حرکتی رو، چنین نمایشی رو نشون دادن که به اصطلاح قدرت خودشون رو در منطقه به رخ غرب بکشن، همچنان که مثلا در سوریه دخالت کردن، همچنان که در عراق مداخله می کنند، که البته اشاره کردن جناب اسدیان که برخی ها بازی های سیاسی است. شاید این موقع میخواستن که تازه قدرتشون رو ابراز بکنن، قدرت نمایی بکنن، ولی اتفاقا این به زیانشون تموم شد.
همونجوری که عرض کردم، خب اینها میخواهند تحریم ها یک جا لغو بشود. وقتی چنین حرکتی میکنند، وقتی چنین بازی رو در میارند که علاوه بر عربستان حداقل 9 کشور دیگر در مقابل او سفارایی میکنند، خب نشون داده میشه که به طور کلی کشورهای منطقه از اتمی شدن ایران بسیار بسیار وحشت خواهد کرد. همون جوری که اشاره کردید، الان که دست به نیروی اتم، به سلاح اتمی دستش نمیرسه، چنین حرکاتی رو میکنه از طریق گروه های تروریستی، دقیقا دنبال ایجاد در واقع تحرکات مخرب در منطقه هستش. برای همین هم میبینیم که جامعه جهانی در عین حالی که چون خیلی از مسائل و بحثایی که پشت درهای بسته انجام میشه رو نمیشه و آشکار نمیشه و به طور شفاف اعلام نمیشه، ولی مثلا از نوشته آقای علی اکبر ولایتی در سایت آقای خامنه ای میشود به راحتی فهمید که بحث موشک های ایران هم مطرح شده است که ایشون می نویسد ما وارد بحث موشک و دیگران که شما اشاره فرمودید. خب پس اونها هم می دانند که جمهوری اسلامی غیر از مسئله اتمی مسائل دیگری هم داره که باید به اونها هم توجه بشود. این استش که همه اینها الان چون میگویند مسائل سیاسی مطرح است، همه این مسائل هم به نظر من مطرح هست و مورد گفتگو هست. یکی از مسائلی که در ایران بسیار آشکار هست و بینندگان ما بهتر از بنده میدونن و بسیاری دیگه، این هستش که مسئله زندگی روزمره مردم هست. مسئله آنچه که در اصفهان گذشت، آقای اسدیان، اسید پاشان اصفهانی در اصفهان، نه اینکه اصفهان، هیچ سرنخی، هیچ پرونده مسکوت. ایران تنها کشوری شده که میان رسما اعلام میکنن آقا 3 میلیارد دلار برداشته برده، 2 ماه بعد میان میگن چند میلیارد دلار دیگه. نماینده مجلس پالایش شده خودشون حکومت میاد میگه و که این دزدی ها شده 25 میلیارد دلار خارج شده از کشور و بقیه، هیچ اتفاقی نمیفته. همه جناهای حکومت هم از چنگایی میگن اگه این کارو بکنیم من افشا کنم، اون یکی جناه هم همین حرفو میزنه. آیا حکومتی شده که همه از همدیگه پرونده دارن و به همین دلیل همه پرونده های فساد مالی مسکوت مونده؟ چی هست آقای اسدی؟ واقعیت اینه آقای چارنگی، شما بهتر از من میدونید، قرار نیست این پرونده ها روزی روزگاری باز بشه. ما یک چند خانواده مافیایی اسلامی در ایران داریم که هر از گاهی سر چپاول این منابع ثروتمند این سرزمین پهناور با هم درگیری پیدا میکنن، دست همو رو میکنن و همین هم محدود میشه. روزنامه ها، روزنامه نگاران هم بیشتر از این نمی نویسن، نمی تونن هم بنویسن. اگر هم بنویسن یا سر به نیست میشن یا گوشه زندان ها باید تا آخر عمر سپری کنن. اینه که از خصلت های کشورهای دیکتاتوری، اونم از نوع مذهبیش، اینه که هیچ کس از کار اینها سردر نیاره، کنترلی از طرف مطبوعات نباشه، کنترلی از طرف احزاب سیاسی، یه منتقد اپوزیسیون وجود نداشته باشه و خودشون بدوزن و ببرن. و هر از گاهی هم کسی پیدا میشه با تلاش فراوان سرمایه گذاری میکنه، ولی چون وابسته به این مافیاهای اسلامی و اقتصادی نیست، زود ضربه نیست میشه و از بین میره و هیچ اتفاقی هم نمیافته. پرونده اسید پاشی های اصفهان هم همینطور. من بعد نیست یه اشاره، یه مقایسه بکنیم که شما شاهد بودین که این دختر جوان افغانستان فرخنده به چنان وضعیت دهشتباری کشته شد، اما یک روز نگذشت
تمام مردم افغانستان بلند شدند، این جریان رو محکوم کردند، تو خیابون ها اومدن، مردان افغانی برغه پوشیدن به عنوان همبستگی با زنان افغانستان، مطبوعات جهانی رو پر کردن از این خبر. اما در ایران این همه اتفاق میفته، هیچ گونه عکس العملی رو نمیبینیم، یا باید بگیم که در افغانستان سرکوب به آن صورتی که در ایران هست وجود نداره، یا حکومت هنوز جا افتاده نیست، مردم هنوز میدان برای ابراز نظرهاشون دارن، اما واقعیت اینه که در جمهوری اسلامی چنین امکاناتی وجود نداره و مردم همه میدونن که پشت تمام این داستانها حکومت خوابیده و یا باید با حکومت وارد یک بفرمایید. یعنی شما میگید با همه ماجراها دست حکومت در کار است. بله، یا مردم باید واقعا تصمیم بگیرند وارد یک مبارزه جدی با یک حکومت دینی بشوند و یا سکوت اختیار کنند. من بر این باورهای چالنگی عزیز که جریانهای بسیار جدی در پایین ترین لایه های اجتماعی جریان داره و چون نوع مبارزه مردم ایران با نوع مبارزه مردم افغانستان و یا روشنفکران منطقه متفاوته، یعنی با اسلامی که سر کار بوده، حالا اسلام سیاسی و اسلام ولایی سر کار بوده، تصمیمات جدی داره گرفته میشه و گام‌های سنگین برداشته خواهد شد. سپاسگزار هستیم آقای اسدیان عزیز، با سپاس بسیار از شما. وقت ما کم کم به پایان داره میرسه. من نمیدونم شیوه های مبارزی مردم ایران و مردم افغانستان چگونه است، اما وقت ما کوتاه است، کمتر از یک دقیقه. آقای محمدی، خیلی ها بر این نظر هستند که سکوت مردم، یا اکثریت یا اقلیت یا هر تعداد مردم، از در برابر اون چی که در هر کشوری میگذره نشوندنده به هر حال رضایت یا بی تفاوتی یا بی اهمیتی اون موضوع است. آخه چه تعبیر میکنید آقای محمدی؟ ببینید این مسئله که مردم به کمتر وقته بله این مسئله که مردم به هر حال حرکتی انجام بدند و غیر ازاله، یه بحث موسعی رو میطلبه که آدم باید روش خیلی بحث کنه. اما انصاف هم باید داد که مردم ایران هم چندان سکوت نکردن. ما بسیاری رو به ویژه از سال 88 به بعد داریم میبینیم، در خود همون جنبش 88 دیدیم که چقدر آدم ها هم کشته شدن، هم به زندان رفتن، هم اکنون نویسندگان، روزنامه نگاران، بسیاری از فعالان، معلمان، کارگران در زندان هستن و اینها هم دارن فعالیت میکنن و همونجوری که جناب اسدیان اشاره کردن به هر حال یه حرکت هایی در زیر جامعه در حال شکل گرفتن هست، ولی خب به واسطه وحشتی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده که حتی یه نماینده مجلس هم نمیتونه بره سخنرانی بکنه، طبیعی است که به چشم نمیاد و حتی حکومت افغانستان رو باید گفتش که از حکومت جمهوری اسلامی خب بسیار آزادی خاطر. جمهوری اسلامی واقعا یک حکومت دیکتاتوری مذهبی بسیار شدیده که حتی در طول تاریخ کمتر می شود نظیر اون رو پیدا کرد، ولی مردم دارن حرکت خودشون رو انجام میدن به اعتقاد من. سپاسگزار هستم آقای محمدی عزیز، امیدوارم به همه شما بینندگان عزیز ما در روز 13 خوش بگذره. سپاسگزار هستیم آقای محمدی گرامی، سپاسی دوباره ممنون. از شما آقای اسدیان عزیز. من هم سپاس بذارم آقای کنیم. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با آرزوی فردایی بهتر، با آرزوی 13 بدری سرشار از شادی برای شما و برای همه ایرانیان در هر کجای جهان که هستن و برای همه مردمان جهان روزگار خوشی رو آرزو میکنیم. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان آسماری، کوهساران دنا دراک و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.